چش بابشازه. میدونم فخری دوست داری ولی تو رو خدا ببخش. ساکت شو مونس. خیال کردی ارسلان پشت دختر شالچی در اومده؟ نمیبینی؟ نمیفهمی؟ اگه قطع کرده بود امشب که از خونه بود این امارت. بس نبود همون یک بار؟ داشت برای ابد خواهرتو بدبخت میکرد. خواهرم همه باشه خواهرم، ولی این قاتلی که میگه غریبه که نیست، مادرمه. اصلا امشب آبرو میمونه برای انیس اگه مادرش نباشه؟ نه قرار نیست بفهمی انگار. خیره سر شدی متصل آب غوره میگیری که چه؟ از کجا معلوم بمونه و قیامت نکنه پیش قشون خواستگار؟ قیامت نمیکنه، من پیشش میمونم. بگیم خواهر و مادرش خلد شدن رو ندارن بیام توی مجلس. مونس جان، دختر بابا گریه نکن. هر چند سال که مادر تو بوده، 2 سال بیشتر زن من بوده. قصد جفا که ندارم دخترم، دست خودش نیست. مادرت روحش بیماره، باید درمان بشه. چرا بفرستیمش سلغون؟ همینجا نگهش داریم، تو همین کوچه براش منزل بگیریم. هرچی نزدیکتر باشه بدتر دخترم. تعجیل من به خاطر خود توه، به خاطر مراسم امشبه، وگرنه از اساس صلاح نیست اصلا اینجا موندنش. گریه نکن، اینا حرفای من نیست، حرفای طبیبه. جناب طبیب. بله جناب شازده. جناب طبیب شما بفرمایید، کجا از همه جا بهتره برای اقامت بهجت؟ یه جای خلوت و خوش آب و هوا باید تشریف ببرن، جای دور از اینجا که روح مریض رنجور کرده. حالا خوب میشه؟ اصلا امیدی به شفا هست؟ البته که جای امیدواری هست. من یک تجویز هایی کردم، به عمو مشتی هم سپردم. شما هم امیدوار باشید. یه توصیه هم خدمت جناب شازده دارم که بعدا عرض میکنم. در خدمتم. شنیدید؟ باید از عمو مشتی تشکر کنیم که خودش سفر و اقامت سلغون رو به عهده گرفت، وگرنه اگه به بهجت بود که دوباره راهی عثمانی شد. مونس جان، دختر بابا اینجوری بهتر نیست؟ تو مطمئنی آخو؟ خانوم، به روح بابا حسین قلی خودم با چشام دیدم. جواهر داشت باش حرف میزد، همیشه حرف میزنه اما با ایما اشاره. این دفعه نه ایما بود نه اشاره، مثل من که الان دارم با شما حرف میزنم. با عقل جور در نمیاد. ارسلان میگفت اون ندیمه سالهاست که با بهجته، حتی سالها توی عثمانی هم همراهش بوده. خب همینش عجیب بود دیگه خانوم. ببینم، اونم با جواهر حرف زد؟ دروغ چرا خانم؟ من ندیدم سکینه حرف بزنه، اما یقین داشته باشیم میشنوه، خوبم میشنوه. اینطوری نمیشه. چی شد خانم؟ یه خبرهایی توی این امارت هستش که باید تعیین تکلیف بشه. به من گفت چی دیده؟ نقل سکینه و جواهر. خوب خوب نداره آخه الان وقت این حد. سلام جناب ارسلان میرزا. سلام میرزا ارسلان. تقل باب میکنید بعد پشت در گرده میکنید. خب بفرمید داخل. عرضی داشتم، الان وقت دارید؟ برای شما همیشه وقت است بانو، بفرمید داخل. نه جناب ارسلان میرزا، مزاحم نمیشیم. خانم میخواست بدونه برای مراسم امشب به مبارکی رتق و فتق میشه یا نه.
عمو مشتی مقدمات کار رو سپرده به رجب‌علی. انشاءالله که بی نقص و با شکوه میزبانی میکنیم. دیدی فخر و زمان؟ جناب ارسلان میرزا، فخر و زمان از صبح آروم و قرار نداره. دلش مثل سیر و سرکه میجوشه. نکنه شاهزاده من دست تنها بشه، نکنه مراسم ال بشه حالا که عمو مشتی نیست، نکنه انیس خانم بل بشه حالا که مادرش نیست. دیدم خیلی بیتابی میکنه، آوردمش خدمت شما. امان از فخر و زمان، امان از این همه لطف ظاهر و صفای باطن. من که زبونم الکن از بسف. کاش سنایی غزنوی رو میشد اینجا حاضر کرد و سله داد چه کامه‌ای بنویسه در مته بانو. احسنت، الحق که فخر و زمانی و فخر روزگار. مرحبا، مرحبا. نفرمایید، من که کاری نکردم، فقط هیچ کار و فداکاری برای من بیشتر از این نیست که بعد از اون قیامتی که دیشب بهجت بپا کرد به فکر آبروی دخترش باشی. اول که در زدی فکر کردم برای گله و شکایت اومدی، مخصوصا که گرفتار بودم و دیشب فرصت نشد بعد از اون قائل ازت عذرخواهی کنم. عذرخواهی برای چی؟ اختیار بهجت بینوا که دست خودش نبود. تازه من فهمیدم فخر و زمان تأخیر جایز نیست. حالا که خیالمون از مردانه راحت شد میریم خدمت بانو افسرالملوک و دخترا که اگر دستوری بود انجام بدیم که دلت قرار بگیره. بیش از این منو شرمنده نفرمایید. همین که همدل و همراهید قوت قلبه. مرحبا مهرالنسا، مرحبا. مرحبا که چنین دختری تربیت کردی. من بی تأثیر و تقصیرم جناب ارسلان میرزا. خود فخر الزمان همیشه میگه دختر من و دختر شازده نداره. به واسطه عشقی که به شما داره چیزی جز سعادت دخترها نمیخواد. امشب برای فخر الزمان هم شب مبارکیه. با اجازه. با اجازه. رسیدیم دیگه، بگو. نرسیدیم، بیا. بگو دیگه، چرا نذاشتی حرف بزنم؟ معلوم نیست این جماعت چه بلایی سر بهجت آوردن. سابق بر این زیرکتر بودی نبودی؟ گوشه نزن مهر و نسا، حرف بزن حرف. این همه مرحبا و آفرین نثارت کرد، باز طلبکاری؟ من برای آفرین و مرحبا نرفته بودم پیش شازده. خودم بلدم چطوری از شازده آفرین و مرحبا بگیرم. قبول، بلدی. اما میدونی کی بار سنگین بذاری رو گردش کی نذاری؟ چه باری؟ خواستم زنهار بدم مهر و نسا. اگر اینایی که آهو دیده باشه درست باشه؟ کی میگه آهو درست دیده؟ تازه فرض که درست دیده، الان وقت این حرفاست؟ به مردت همیشه چیزی رو بگو که اون ساعت دلش میخواد بشنوه. الان اینایی که گفتیم چه دردی رو دوا کرد؟ گوش داشتی میشنیدی. صبر کن ببینم. بیچاره رنگ برو نداشت از خجالت قائله بهجت. خب فخر زمان، هزار بار بلا نسبت شازده. وقتی میبینی حمال زیر بار تا کمر خم شده انصاف نیست علاوه کنی. تو بگو قدر یه مشت. گاهی یه مشت در زنه بیشتر کمر حمالو میشکنه. حقیر سراپا تقصیر در باب این وصلت مبارک نظری دارم که عرض میکنم، باشد که مقبول افتد. خواستگاری که به میمنت و مبارکی انجام شد، درسته؟ بله. جناب وثیق الممالک فرمودند اگر والدین عروس موافق باشند هر چه سریعتر مقدمات عقد و عروسی فراهم بشه، درسته؟ بله بله بله. بسیار خوب. من قبل از اینکه جماعت صلوات آخر رو ختم کنن و متفرق بشن از جناب ارسلان میرزا خواهش میکنم که اگر موافق این وصلت مبارک میمنت اثر هستند خرج بینی و بله برون همین امشب انجام بشه که به فضل خدا هفته آینده جمعه ما در چنین جای جمع بشیم برای عقد و خطبه. بله کاملا صحیح است. بله صحیح است. بسیار خوب. اجازه بدین، اجازه بدین. من برای این طرح و توصیه‌ای که عرض کردم سه دلیل محکم دارم. بفرما حاجی، بفرما که خوب داری میفرمایی. بله. دلیل اول این که جناب وثیق الممالک کسی نیست که برای قبول خواستگاری اولادش نیاز به تحقیق و تدقیق باشه.
به حمدالله به حد کافی مشهور و مقبولن. در ثانی پسر جناب وسیق علی‌الظاهر عازم یک مأموریت مهمی هستند به آذربایجان، فلذا تأخیر در این مقوله جایز نیست. بله، و اما ثالث و مهمتر از همه، منزل جناب ارسلان میرزا بیرون دروازه است و نصف این جماعتی هم که اینجا هستند پادرد دارند. راضی نشو که من پیر مرد دو بار این راهو بیامو برم. دستم به دومن جناب ارسلان میرزا. من از این سروران عزیزی که در اینجا جمعن و شرف حضور دارن خواهش میکنم که اگر موافق این وصلت هستند و امشب مهریه و شیربها معین بشه و هفته آینده هم عقد برقرار بشه، یه صلوات محمدی پسند ختم کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مهریه رو دست کم نگیر. شیربها و جهیزیه هر چه خودشون گفتن. همسنگ شیربها جهیزیه میدیم. یعنی همین امشب قولو قرار کنیم. قبول کنم که جمعه مراسم عقد باشه. اینکه داماد عجله داره وهن عروس که نیست. اسباب افتخاره. چرا قبول نکنی؟ جسارتاً اینطوری ناغافل ممکن نیستش که. بهتر نیستش که مراسم بله برو موکوشه به یه زمان دیگه. زمانی که همه چیز از قبل حساب شده باشه. نه اینطوری. این حاجی که توی مراسم بلند شد حرف زد، هم ردیف ملک و تجاره. خوب نیست رو حرفش حرف بزنیم. بس روی حرفش حرف نزن. تأخیر جایز نیست. ببخشید، دختر ارسلان داره عروس میشه، نه دختر ملک و تجار. یقین بدونید همین آدم ها وقتی حرف مراسم دختر خودشون باشه قدمی از رسم و رسوم پا پس نمیکشن. کاسه داغتر از آش نشو عروس. شأن انیس شأن ماست. سنگین تر میگیریم که شأنمون حفظ بشه. تأخیر ولی جایز نیست. سنگین یعنی چی افسر ملوک؟ یعنی چی سنگین؟ مهریه کمتر از یک پارچه آبادی و هزار تومن پول قبول نمی کنی که شأن انیس خانم حفظ بشه. پسر وسیق الممالکه. پسر مویر الممالکه نیست. من که نگفتم ده پارچه آبادی. یه پارچه آبادی مهر کنن فردا یک کرور باید جهاز بدیم. سهم اربابی آبادی ها هر سال همین وقت میرسید. نمیرسید. نگو که دستت خالیه. دست خالی یا دست پر، من حرف غیر معقول نمیزنم. شما هم تو مجلس زنونه حرف غیر معقول نزنید. ببخشید. ارسلان. انیس باید سر بلند بشه، مخصوصا الان که مادرش نیست. برو محکم مذاکره کن تا سهم اربابیتون برسه. من هستم، نرسم من هستم. برو واکتن نباشه. فخری، قرض میدم به شوهری که همه چیزم. برو ارسل. من انتظاری از تو ندارم. برو ارسل. برو. شد که بدتر از این نشد. تو اینجا چی کار میکنی؟ نمیگی شاهزاده ببینتت شهر میشه؟ این الیاس بیارزه مگه دم در نبود؟ سلام دادم به فرما گفت. غیر از تو کسی چه میدونه بین من و اربابت چه کرابه؟ هزار بار بلا نسبت ارباب که بخواد با تو یه لقابا همواره بشه. مجنون بی چشم رو. تو که هم چشم داری هم رو. بگو ببینم دهن کی باز شد که آب روی اربابت رفت؟ آب بکش دهن تو مجنون معلوم. ارباب
آب اگه بی آبر شده، پس این همه شاهزاده و سردار و امیر تومان دنبال چی اومدن؟ دنبال دختر کی اومدن؟ بی آبرو تویی که شکر خدا شاهزاده خوب حقتو گذاشت کف دستت. برای مجنون بی نوایی مثل من چه آبرو چه آبجو. به قول خانم سورناتی کم بود، یکی هم قوقه اومده. برو پیکار دنایات. میترسی مردک؟ تاریخ میگه الخائن و خائف، از چی میترسی؟ چرا میترسی ها؟ تاریخ رو بر کنه نیاد. رجب علی میگه دیوونه با ترسید. شازه مثل ما خوددار نیست، بیاد و ببینتت سیلی آبدار میزنه. جای سیل خوب میشه، اما از جای نیش داره تهمتش تا عبد خون میچه که از جگر فراش. ننه من غریبم نکن، خودتو زدی به خنگ و خلی، خلقی که بودن از نیش زبونت. برو ببینم. برو الیاس، مبارک باد که بلد نیستی شب آبروداری ارباب اومدی ما رو رسوا کنی. برو بوش. باشه میرم، ولی به اربابت بگو آبرو شب در نیست که دوباره سبز بشه. به اربابت بگو پیدا کنی جاسوس خونگی رو. اگه اربابت رو بگذاری همه اینا رو بهش بگو ندر. خیلی خوش اومدی میرزا. کم و کسری بساط میزبان چیزی از لیاقت مهمان کم نمیکنه. کم کردیم و ناقابل بود. انشالله به وقت مراسم عقد جبران میکنیم. نفرمایید ارسلان میرزا، نفرمایید. همه چیز خوب بود و به قاعده. اولادی که با غلامی قبول کرده ای اهل جبرانه. لطف پدر زن رو جبران میکنه به وقتش. من دست بوس نمیخوام پسر جان، همین که امانتدار خوبی باشی کفایت میکنه. خیلی خوب، بریم که به اندازه کافی ارسلان میرزا رو زحمت دادیم. خیر پیش میرزا، خیر پیش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا امون خدا. خدا نگهدار. آهوی دنیا نداره که، خیلی هم بهت میاد. به من میاد؟ به من میاد داماد داشته باشم؟ آره که میاد. من خودم تازه دامادم. بعد میگه چرا میگه ای دنیا، چرا میگه دنیا داد بیداد. پیر شدیم رفت. پیر مرد قرقرو با منی؟ چیو؟ من پیرمردم. به من گفتی پیرمرد نیستی؟ نیستم، معلومه که نیستم. من کجام پیره؟ نیستی. خب معلومه که نیستم. هستی. هستم. هستی. پدرتو در میام، پدرت زوده. شب چیه چمش؟ هستیم شب، من پیرم. آره؟ نمیشم، آره ببینم. هستی نمیشم، شازده قجریه پیرم. آره هستی. من قهرمان پهلوان قاجار. واه واه واه، اینا که میگی اسم بچه هست؟ نمیخواد بره جنگه؟ بچه به این خوبی، به این خوشقدمی، حیف نیست بره جنگ. باز تو وسط دعوا نرخ تعیین میکنی. نرخم کجا بود؟ همین که تو لفاف حرف میزنی میگی خواستگار دخترت از پا قدم پسر منه، داری نرخ تعیین میکنی. خوب کردم تا کورش هر کی نمیتونه ببینه. معلومه که از پا قدم پسرمه. اوه حالا کوتا پسر، اگه این امروز در خونه رو زدن فقط به خاطر اعتبار پدره. فهمیدی یا بسنمت؟ قبول نیست، گولم زدی حق باز میرزا.
التماس کن تا عفوت کنم. التماست نمی کنم. اگه راست میگی ترکت رو بنداز. شازده زورگو. ای جان شازده. بیا بگیر. از این به بعد هرچی شما حکم کنید. ای شازده، اگه بدونی. میدونم. نمیدونی. میدونم جان شیرینم. تلخ بود، تلخ گذشت، بلا پشت بلا، نحسی پشت نحسی. خیال میکردی یه روز خوشم نمیبینی، تنها بودی، تنهات گذاشتم. بگو، بازم بگو. همه فخری رو میبینن، اما تو فخری رو میفهمی. بازم بگو شازده. برو گردونت. چی شده؟ نمیگی چی شده؟ ترسیدی؟ از خوف نیست، از جوغه. احساس میکنم امشب یه بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. ارسلان جانم، خبر نداری؟ بار دنیا تازه اومده روی دوشت. دختر دم وقتت امشب همدم میخواد. پاشو پاشو برو پیشش. از فردا هم دست به سینه باید خدمت کنی که بدون بابا ارسلانش مثل کوه پشتشه. پاشو. ده پاشو میگم. خیلی خوب باشه. ازت پاشو. پاشو. پاشو رفتم. باری. باری اگر. باری اگر از... احوالات باری اگر از احوالات اهل امارت خواسته باشید همگی خوب و دعاگو هستند. باریکلا این مهر خانم ما برای خود جواهری ها. همه امورات خاصه رو مرغوم فرمودن به جز یه چیز. چی؟ ای کاش گفته بودم بنویسه پیگیر دارالفنون یحیای عزیزم هستم تو بلات غربت ناامید نشه. این دو کلوم که چیزی نیست. اگه شما اجازه بفرمایید خودم بنویسم. مثل نامه خوندنت پت پت نباشه ها. نه به خدا. بنویس. خرچنگ قورباغه ننویسی ها. مثل مهرالنسا خانم خوشخط بنویس.
بیا بابا جون اینو برسون به دست یحیی، بگو حواسش جمع خودش باشه. چش. برو به سلامت. خدا نگهدار. خیر پیش. سلام میرزا. سلام علیکم جناب شازه. قدم رنجه فرمودید. بفرمید خواهش میکنم. دخترم شما پارچه رو نگاه کنید. بفرمید. ممنون میرزا. وقت نشستن نیست. عجله داریم. احوه میفهمم. امر خیر و گرفتاری و... شما که برای ضیافت خواستگاری تشریف نیاوردید. جمعه با اهل و عیال قدم رنجه کنید. برای ضیافت عقد. حتما مزاحم میشم. سلام میرزا. علیکم السلام. خوش آمدید. بنده زاده ها رو آوردم برای ضیافت جمعه نونوار کنم. سلام. علیکم السلام دخترم. خوش آمدید. حجره متعلق به خود شازده است. یعقوب. بله میرزا. هیچ کی داخل نشه تا خانم انتخاب کنم. نه مشتری، نه غریب، نه آشنا. چشم میرزا. شما یه لحظه تشریف بیارین. نکن میرزا، ما نمیخواییم مزاحم کسب و کارتون بشیم. اختیار دارید. بانو، از شال و قماش هرچی که توی این مملکت هست بهترینش هم اینجاست. اگر چیزی خواستید و نبود نگران نباشید. یعقوب. بله. بینجا. بعد از اینجا با یعقوب میرید توی این راسته یا هر جایی که دوست داشتید. از حریر و کشمیر و ساتن هرچی که پسندیدید میبرید و میبرید. حساب کتابشون میسپارید به یعقوب. اونطوری که بابا شازده قبول نمیکنه. میرزا، ما که برای غارت نیومدیم که برادر من، اومدیم خرید کنیم. شما همین که پارچه خوب بدی به دخترای من راضیم. نه جای دیگه به حساب شما چیزی میبریم، نه اینجا. حسابمون سر جاشه برادر. منم که بی حساب نگفتم شازده. بالاخره واسه منم پیشکش بدم به این وصلت فرخونده. امروز هر چی پارچه خریدید به حساب اسد شالچی. قول میدم جمعه دست خالی بیام. ولی من ولی و اما اگر رو بذار برای آخر ماجرا. حالا برو بذار به کاسبین برسن. مزاحم کسب و کاری شازده. امان از زبان شما شالچی ها. پس تا این دختر انتخاب میکنن من برم این روبروی کار مختصر دارم. بهتر، منم به کاسبین میرسم. دلم میخواست بیام ضیافت خواستگاری، اما پای اومدن نداشتم به خاطر اون قاهره ای که را نگو میرزا. گذشت و رفت. منو فخری فراموش کردیم. من فراموش کن برم. باور نمی کنم شازده. مگر اینکه دختر و مهمون من باشن از یه تاقه تا صد تاقه. چی بگم؟ در برابر سخاوت شما شالچیا جوابی جز شرمندگی ندارم. باشه، دختر و مهمون تو. مرحبا. حالا برو تا اشفت تا نرفته. سلام شازده. نه بلند نشید. مثل شمایی که برای آدم بی‌اعتباری مثل من بلند نمیشه از جاش. بفرمایید. امون از جوانی. بشین شازده، بشین. اومدی تلافی غوره رو سر کوره در بیاری؟ تلافی برای چی؟ اومدم دعوتتون کنم. جمعه با آقازاده تشریف بیارید، مراسم عقد در خدمت باشیم. مبارک انشاءالله. این روزا من گرفتارم. از همین دورا مبارک باد میگم. نوبت قبلی که دیدمتون در پی وصلت با شازده وسیق بودید.
منم گفتم تشریف بیارید، هم یه تجدید دیداری بشه، هم بلکه به اعتبار بنده حقیر این آقا رشید شما رو به غلامی قبول کنه. البته دختر که نداره میدونید، منظورم دختر پیشکاری، نوکری، کلفتی، بالاخره یکی رو نشون میکنیم. لطف شما زیاد، ممنونم. من اهل می و بزم و طرب نیستم. باشه یه وقت دیگه. اهل کف و کل و سوت و اسفات بلبلی که هستین. میگم مطرب خبر نکنن تا مکدر نشین. دیگه چی؟ با این توپ پاره چرا توپچی نشدی شازده؟ دارالخلافه توپچی زیاد داره حاجی. نوبت به ما نمیرسه. اطراف ما پر از توپه، نه توپچی. نه دیگه، نفرمایید، نفرمایید. البته توپچی که فکر نکنم، ولی زنبورکچی کم اطرافت نمیپلکه. این اواخرم کم تیر به خطا در نکردم. برزشون برسونید، شازده با این حرفا دیوارش ترک میخوره، ولی نمیریزه. اطراف ما کسی به شما کاری نداره. باشه، چشم. اگه دیدم بهشون میگم. به هر حال همه معتبرین بازار و دربار از جانب من دعوتن. اینم دعوت شما. خدا نگهدار.